با نام خدای بزرگ، معاصرین عزیز و گرامی، ام از همشیرا و برادرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آرزومندم صحتمند و تندرست باشید. به جلسه سوم مضمون مبادی علم امراض نباتی بنده وزیر احمد دوست محمدی شما رو خوش آمدید میگویم. معاصرین گرامی، به ادامه جلسه قبلی پیرامون تشخیص امراض نباتی، ما اینکه بتونیم عاملین امراض نباتی را چطور تشخیص دهیم در محیط مزرعه و لابراتوار، در این جلسه یا در پاورپوینت آزا خدمت شما خوبان صحبت خواهد شد. معاصرین گرامی، ابتدا فهرست مطالب این بخش شامل کدام بخش هست؟ ابتدا عنوان اول هرم امراض نباتی چیست؟ در قسمت دوم تشخیص امراض نباتی در مزرعه ما چگونه میتونیم که انجام بدیم؟ عنوان سوم تشخیص امراض نباتی در بس یا در محیط لب یا لابراتوار. عنوان چهارم طرز تهیه سمپل برای تشخیص امراض نباتی در لابراتوار چگونه می باشد؟ و در آخرین عنوان پیرامون اساسات کوخ صحبت خواهد شد. مسئولین گرامی، علل و پیدایش امراض نباتی خلاصه شده بود قبلا در مثلث امراض که به نام دیزیز ترینگل یاد می شد، یا مثلث امراض که در قدم نخست پتوجن بود، میزبان اساس بود و شرایط محیطی. طوری که شما در هر یک از سه ضلع مشاهده می کنین، ضلع اول پتوجن، ضلع دوم هست یا میزبان، و ضلع سوم تحت عنوان انوایرومنت یا بحث شرایط محیطی، که در مجموع شرایط برابر می کرد یا مهیا می کرد پیرامون ایجاد یک مرض نباتی. به این معنی وقتی که یک پتوجن قوی باشه و میزبان حساس باشه و شرایط محیطی فعال باشه، زمینه فراهم میسازه برای به وجود آوردن یک مرض. حالا فرق میکنه که در قسمت قارچ ها باشه، باکتریا باشه، یا کدام نیماتود، ویروس و کدام پتوجن دیگر. خوشبختانه با تکنولوژی و قرن 21 قرار داریم، دانشمندا وقتی تحقیقات خور ادامه دادن، خود مثلث امراض تبدیل به پایرامید شد، یعنی تبدیل به یک هرم شد که در چند به حساب چند وجهی شکل ازی قبلا مثلث بود، اکنون به هرم تبدیل شده که در اصل از او انسان و خود زمان، یعنی زمان و انسان دو عامل دیگه هست که به اصطلاح در انتقال یا بستر فراهم ساختن برای شیوع یک مرض نباتی فراهم میسازند. طوری که قبلا هم صحبت کردید، پتوجن جمع میزبان اساس، جمع شرایط محیطی، شرایط ایجاد میکنه برای یک مریضی، ولی اکنون مثلث تبدیل شده به یک هرم یا چند وشی که در اساس او به اصطلاح زمان و انسان هم قرار داره، یعنی در مجموع پتوجن، میزبان اساس، شرایط محیطی، زمان و انسان موجودیت یک مرض فراهم میسازه که در جلسه بعدی انشاءالله پیرامون این موضوع مفصل صحبت خواهد شد. دوستان گرامی، پیرامون تشخیص امراض نباتی در محیط مزرعه، یعنی ما چگونه میتونیم یک دیاگنوستیک یا یک تشخیص خوب در سطح مزرعه داشته باشیم؟ ابتدا پیرامون یا از طریق تولید علائم و نشانه ها، در جلسه بعدی، در جلسه قبلی معذرت اگر بیاد داشته باشید، ما پیرامون سپتوم و ساین، یعنی علائم و نشانه ها مفصلا صحبت کردیم. به این معنی که پتوژن های نباتی میتونن علائم از قبیل پژمردگی، زرد شدن، کوتاه بودن، موزاییک، طوری که شما در تصویر مشاهده میکنید، یک نوع مرض ویروسی است که در جلسات آینده ان شاءالله پیرامون ویروس ها صحبت خواهد شد. موزاییک یعنی عدم تشکیل کلروفیل، باعث شده که نبات قد پس بمونه، زرد بشه، در مجموع سطح حاصلات تقلیل پیدا کنه، و همچنین موجودیت پاودری میلدیو یا خود خاک سرک گندم شما در تصویر مشاهده میکنین، موجودیت نیماتودها که باعث بقمه شدن یا گره شدن در سطح اندامهای ریشه نباتات گردیده، به اصطلاح زرد شدن و کلوروزز، و همچنین حمله خاک سرک تاکنگور یا پلازمیپورا ویدیکولا می باشد. یعنی از طریق تولید علائمی که قبلا هر یک ذکر شد که در قسمت های مختلف نباتات میتونه در سطح برگ، در اندام های ریشه باشه، در سطح به اصطلاح خوش های انگور و اندام های مختلف نباتی میتونن که به اصطلاح علائم رسخو تولید کنند. فلهذا یک کارمند صاحب، یک محصلی که پیرامون امراض آگاهی داره، باید از طریق علائم و نشانه ها هم اگر بیاد داشته باشه، در جلسه قبلی پیرامون
کلمه اوز یا باکتریا مثلا یا همون علائم نشانه باکتری صحبت شد. هرگاه ما یک نباتی که ملوث یا انفکشن به خود باکتریا باشد به اصطلاح ما رو بیم یک ساقه از او قسمت از او قطع کنیم، در وسط از او به اصطلاح ماده لزجی ما مشاهده میکنیم، یا هرگاه قسمت 5 تا 10 سانتی از این باتر در بین یک لیوان یا گیلاس او بگذاریم، بعد از 10 دقیقه علائم قبارمانند به اصطلاح هویدا میگیرد که نمایانگر خود موجودیت باکتری است. این شد تشخیص امراض نباتی در محیط مزرعه. بنان یک محصل یا کارمند صاحب باید اول تفکیک کنه که آیا علائم بخش فاکتورهای زنده است یا غیر زنده. اگر زنده بود پیرامون قارچها مثلا نیماتودها ویروس ها به این شکل علائم تولید میکنن، قارچها علائم که قبلا در جلسه قبلی صحبت شد تولید میکنن، باکتری ها این شکل و چین و نشانه های از خوب به جا میگذارن و در کدام قسمت های اندام های نباتی. هرگاه محصر نگرامی شما به اسلام مشکوک بودین به خود تشخیص از او بخش، به اصطلاح وارد فاز دوم یا مرحله دوم میشیم که او تشخیص در محیط لابراتوار است که در سلاید بعدی اشاره خواهد شد. محسنین عزیز، پیرامون تشخیص در محیط لابراتوار زیر میکروسکوپ و کلچر نمودن یعنی کشت امراض نباتی ما چگونه میتونیم که یک تشخیص خوب داشته باشیم؟ ابتدا پیش از این که به موضوع تشخیص در لابراتوار صحبت کنیم یا اشاره کنیم، نیاز هست تا پیرامون تهیه سمپل امراض نباتی برای لابراتوار یعنی برای تهیه سمپل امراض نباتی نکات ذیل باید در نظر گرفته شه. ما چی زمانی میتونیم یک تشخیص خوب داشته باشیم؟ زمانی که یک سمپل خوب داشته باشیم، ما در محیط لابراتوار که اور کشت کنیم در زیر میکروسکوپ به اصطلاح علائم اسپور مایسیلیم از اور ببینیم، نیاز هست که ما یک سمپل خوب به اصطلاح تحت پروسه خاص اور جمع آوری کنیم. ابتدا ما چی لوازم برای تهیه یک سمپل امراض نباتی به کار داریم؟ خود در ماده اول لنز است. محصلین گرامی، در محیط لابراتوار لنز 10x یا 10x که قدرت بزرگ نمایی از او است به اصطلاح که یک موجود چندین مرتبه بیشتر در زیر از این لنز شما بزرگ نمایی کرده میتونیم، نیاز هست که اسپورهای قارچ ببینیم، تخم حشرات در محیط مزرعه ببینیم. فلازا برای تهیه یک سمپل و همیشه یک کتر همراه باید داشته باشه. در قسمت دوم چاقو است. چاقو ما رو کمک میکنه تا بتونیم اندام های مختلف یک نبات قطع کنیم به اصطلاح، و همچنین در قسمت سوم پلاستیک زیبدار است. پلاستیک زیبدار ما رو کمک میکنه تا نمونه سالمی که از زمین به اصطلاح کشیدیم او رو در بین از پلاستیک نگه داره. قسمت چهارم لیبل است. ما میتونیم که در روی پلاستیک لیبل بزنیم و مشخصات رو درج کنیم. قسمت پنجم بلچه است. هرگاه ما یک نبات داریم مثلا که او ملوث به خود نیماتودها شده یا نیماتود شده، نیاز است تا خاک اطراف از او ذریع بلچه به صلاح جمع‌آوری شه و در داخل پلاستیک زیبدار گذاشته شه. یک دیگر از لوازمی که برای تهیه سمپل مفید و ضروری هست، لازم و ضروری است البته، کامره عکاسی است. کامره‌ای که بعد با قدرت بزرگ نمایی البته گوشی‌های هوشمندی که امروز هست مرکومک میکنه که یک سمپل خوب و ایدئال از قسمت‌های مختلف از او یک عکس واضح داشته باشه. مارکر دائمی باز هم لازم است تا در قسمتی که در لیبل درج میکنیم باز هم بتانیم که مشخصات درج کنیم. قسمت هشتم دسکش است که با دستای خود استفاده میکنیم که کدام توکسین یا زهر به اصطلاح یا کدام خاره یا کدام موجود دیگه به اصطلاح دستای ما و شما رو متضرر نسازه. در قسمت نهم جی پی اس است. برای یک سمپل و یک تشخیص خوبی که از امراض نباتی داشته باشیم، نیاز است که جی پی اس همون منطقه رو به اصطلاح درج کنیم. قسمت دهم داشتن کلاه است. یعنی یک کارمند وقتی که به ساحه میره، یک محصل حداقل باید یک کلاه داشته باشه تا از گرما اور مسئول داشته باشه. ادامه سلاید قبلی، با اصطلاح محصلین گرامی نگفته نمونه که در سلاید قبلی باید ما مشخصات نبات، محل جمع‌آوری، اینکه چی شخص جمع‌آوری کرده، از کجا بوده، نام علمی نبات باید در قسمت پلاستیک‌ها درج کنه. برای تهیه سمپل امراض نباتی نکات ذیل باید در نظر گرفته شه. باید ما چه کار بکنیم؟ او خود لوازم بود. در قسمت اول جمع‌آوری 5 الی 10 برگ از قسمت‌های مختلف نبات مریض و نبات سالم در صورت مشاهده آلودگی از قسمت‌های مختلف نبات شامل ساقه، طاقه، ریشه و مقدار از خاک اطراف ریشه رو هم میتوان جمع‌آوری نمود.
مسئله گرامی طوری که قبلا هم توضیح داده شد، ما میتونیم از اندام‌های مختلف نباتات ما به اصطلاح قسمت‌های مصابر جمع‌آوری کنیم و همچنین در صورت که اونا میتونن ملوث به نیماتود باشن، مقدار از خاک ذریع بیلچه که در سلاید قبلی ذکر شد جمع‌آوری کنیم. بعدا در یک مزرعه مستقیم به نبات مصاب نروید، اول بعد به نبات بدون مرض یعنی به نبات سالم، دوم به نبات حساس، سوم به نبات مصاب. ایمار کمک میکنه تا یک ردیابی یا یک دیتکشن و یا یک تحقیق خوبی داشته باشیم که پتوژن از کجا شروع شد و به کجا ختم شده، چی قسمت های از مزرعه به اصطلاح مصاب ساخته، اسکل ها یا درجاتی که خود پتوژن درج به خساره اقتصادی وارد کرده ما بتونیم اون به اصطلاح اندازه گیری کنیم. بعض از اوقات رنگ باختگی یا پژمردگی به این معنی که از نوعی ریشه هم مشکل دارد، بعد از قسمت های مختلف نمونه گیری صورت گیرد. مسئله گرامی طوری که تصویر این تصویر شما مشاهده میکنین در سلاید قبلی هم اشاره شد، نیماتود هاست که به اصطلاح انشاءالله در سلاید هایی که پیرامون نیماتود ها باشه مفصل صحبت خواهد شد که نیماتود ها موجودات هستند که میتونن خساره اقتصادی یا در سطح نباتات هم در زیر زمین و هم در قسمت بالای زمین به اصطلاح خساره وارد کنند. در صورت که یک نبات پژمرده میشه اندام های هوایی از او، باید ما حتما ریشه از او هم چک کنیم، ببینیم آیا کدام بقمه، کدام عشره، کدام موجود دیگه در زیر خاک فعالیت داشته که بتونه توانسته اختلالات فیزیولوژیکی نبات بر هم بزنه به اصطلاح. همیشه انساج مرده جمع‌آوری نکنین یا جمع نکنین به خاطر از اینکه ما نمیتونیم در لابراتوار او تشخیص کنیم. در ادامه در مزرعه به اشکال ذیل سمپل گیری شود. وقتی که یک کارمند یا یک محصل میخواهد سمپل گیری دقیق از امراض نباتی در سطح یک مزرعه داشته باشد، باید به شکل زیگزاگ و راندوم، طوری که شما در تصویر مشاهده میکنین، به شکل زیگزاگ وارد یک مزرعه شین، دقیقا مستقیم سر یک نبات سالم نرین، بعد از قسمت های و اندام های مختلف یک نبات شما سمپل جمع آوری کنین و همچنین به شکل ضرب در و یا رندوم و یا تصادفی از بلاک ها و تیمار های مختلف شما میتونیم که سمپل جمع آوری کنین. تمام قسمت های نبات به شمول ریشه جمع آوری شود. نباتی که مصاب باشه مشکوک میزنه به سلاکه شما میخواییم روی از او کار کنین، اندام های متفاوت و مختلف از او باید شما جمع آوری کنین. از زمین مستقیم کشیدن نشود، ابتدا باید ذریع همان بیلچه اطراف خاک اطراف نبات هزار یا مذکور به اصطلاح ما جمع کنیم و بتونیم که اگر ما مستقیم از زمین بکشیم ممکن باعث ازی شود که اندام های مصاب که در قسمت ریشه و توقیع نبات قرار دارن اونا از هم جدا شوند، از یک نبات زیادتر جمع آوری شود. وقتی که شما وارد مزرعه میشیم بتونه باید از چندین نبات 5 تا 10 برگتر که در سلاید قبلی ذکر شد، از نباتات حساس، نباتات سالم، نباتاتی که مصاب شده سمپل از اون جمع آوری کنیم، به صورت تازه نگهداری شود، یعنی هیچگاه شما انساج مرده و خشک جمع آوری نمی کنیم و در پلاستیک میگذارین دفتن. زمانی که از زمین کشیده می شود باید خاک اطراف ریشه همراه از او باشه، ممکن که فعالیت پتوژن در سطح برگ یا اندام های مختلف نبات موجود نباشد و در خاک موجود باشد که ما بتوانیم در زیر میکروسکوپ به اصطلاح او به دقت بیشتر ببینیم. در قسمت 11 جمع‌آوری سایر معلومات از قبیل تاریخچه نبات، ورایتی، زمان کشت، کوددهی، آبیاری، زمان شیوع مرض، این همه موضوعات باید از دهقان و یا صاحب زمین پرسیده شود و ما در قسمت تشخیص یاری میکنه، به این معنا که آیا دهقان در زمان کشت از این پیش از وقت کشت کرده بوده یا بعد از وقت، کوددهی از این مقدار نایتروژن کم و یا زیاد کرده. مثلا در بعض از بعضی از پاتوژن ها حساسن، محصولین گرامی شما پیرامون سرخی ها در صورت که کودی نایتروژن زیاد میکنین سرخی بیشتر در زمین مشاهده میکنین، آبیاری زیاد باز هم باعث پوسیدگی ریشه ها میشه، زمان شیوع مرض کی بوده، چند روز میشه که مثلا در مزرعه شما واقع شده است. گرفتن یک تصویر واضح ذریع کمره که قبلا در تصویر شما مشاهده کردین، باید فوکس زوم شه تا اندام های مختلف نبات رو به صلاح حتی ما بتوانیم حد الامکان مایسلیم خود قارچ، مایسلیم بیرونی که در از او درجه است یا اسپورهای قارچ رو به صلاح به تصویر بکشیم.
سمپل باید در یک روزنامه گذاشته شود و بعدا در یک پلاستیک زیبدار انداخته شود، مستقیم در پلاستیک انداخته نشود، به خاطر که یک پلاستیک تولید رطوبت میکند. دوستای گرامی، طوری که بیشتر هم اشاره شد، یک سمپل باید به صورت تازه نگهداری شد و او تازه بودن باعث میشه که در بین روزنامه بگذاریم و در بین پلاستیک، به خاطر از اینکه رطوبت زیاد در ممکن باعث لهیدگی یا فاسد شدن خود اندامهای مختلف نبات در آینده بگرده. ماده 14 هم در روی پلاستیک تاریخ، محل جمع‌آوری، نام شخص، نام علمی نبات، نام محلی، سن نبات در کدام مرحله نمویی قرار دارد، جی پی اس منطقه، نوعیت تخم، شعبه جمع‌آوری کننده باید درج شود و بعداً به لابراتوار انتقال داده شود. این همه معلومات باز هم یک لابلانت یا کسی که در لابراتوار کار میکنه او اطمینان بیشتر میده که این سمپل از کجا آمد، ورایتی از این، نوعیت منطقه از این. مثلا در یک منطقه از سوابق از او شخص لابلانت متوجه میشه که بله در فلان ولسوالی در فلان قریه موجودیت این مرض بوده. یعنی در مجموع همگی از این عوامل باعث میکنه که میشه که در مجموع ما در آینده در دیتابیس سروی کنترل آفات و امراض نباتی یاری کنه. در قسمت 15 هم باید از 7 روز کمتر همین خود سمپل نگهداری نشود. در درجه حرارت یخچال باید 4 سانتیگراد باشد و اگر برای مدت زیاد نگهداری شود باید در قسمت های تحتانی یخچال قرار داده شود. به اصطلاح مسئله گرامی، طوری که شما در تصویر مشاهده میکنید، سمپل حداقل در سطح 7 روز باید تشخیص شود و در صورتی که تشخیص نشود در بین یخچال نگهداری کنید تا اینکه نوبت به سمپل متذکره برسه. در قسمت 16 معلومات برای پلاستیک باید در دفتر ثبت اتاق لابراتوار درج گردد و همچنین بعد از تشخیص باید در همان دفتر ثبت شود که سمپل مذکور از طریق کلچر، میکروسکوپ یا تست‌های سرولوژیک مانند الیزا، پی سی آر و یا در زیر الکترون میکروسکوپ تشخیص شود. دوستان گرامی، تصویری که شما مشاهده میکنین در صورتی که ما قادر نباشیم از طریق کلچر یا کشت امراض تشخیص کنیم، تست‌های سرولوژی که الیسا و پی سی آر که در تصویر، یعنی پولیمر چین ریاکشن و انزایم لینک امینو سرورنت اسی، تست‌هایی است که پیرامون دی ان ای و نوعیت دی ان ای و کپی های دی ان ای که دستگاه پیشرفته است پیرامون امراض نباتی کار میکنن، از طریق این تست‌ها باز بیشتر روی زو تشخیص ما معیاری میسازه. به اصطلاح محصلین گرامی، در این قسمت میپردازیم به تشخیص در زیر میکروسکوپ. بعد از اینکه یک محصل در محیط لابراز در محیط مزرعه رفت، به اساس علائم و نشانه ها تشخیص کرده نتوانست و تحت مو پروسه خاص سمپل جمع‌آوری میکنه و در لابراتوار میره. بعدن شما نباتی که در تصویر، برگی که به اصطلاح مشاهده میکنین، مورد حمله خود قارچ ها قرار گرفته، یک لیجن یا یک نقطه که باعث تولید قارچ ها شده به اصطلاح در بین رگبرگا مشاهده میکنین. اندام های مختلف از این ما میتونیم که به اصطلاح کت کنیم، قسمت هایی که مصاب شده و سرحد بین مصاب و سالم رو باید قطع کنیم و ایر به اصطلاح نازک میسازیم. یک روش بخش نازک سازی تحت اصطلاح محلی نامیده میشه که ما بتونیم به اصطلاح در زیر میکروسکوپ سلایس سازی کنیم و اندامهای از زیر مشاهده کنیم. دوستان گرامی، البته این جلسه نیاز به صنف حضوری دارد که انشاءالله بعد از رفع شیوع ویروس کرونا در ولایت هرات پیرامون کار لابراتوار و عملا پیرامون موضوع هازا انجام خواهد شد. بعد از اینکه ما سمپل نازک سازی کردیم، در بین روی سلایت میگذاریم و یک قطره یا دو قطره از آب روی سمپل متذکره میگذاریم و طوری کور سلایدر میگذاریم که کدام حباب یا به اصطلاح قطرات از آب تشکیل نشه و مار کمک کنه. بعد از سلاید مسکره در زیر لنز 10x میگذاریم یا که 100 مرتبه به اصطلاح قدرت بزرگ نمایی داره، به اصطلاح در زیر میکروسکوپ مرکب که پیرامون میکروسکوپ و نوع کار از اون انشاءالله در صنف حضوری در پیرامون کارهای عملی در لابراتوار صحبت خواهد شد. بعدن شما در زیر لنز 10x میکروسکوپ شما تصاویر از خود مایسلیم قارچ میبینین که در جلسات اول هم صحبت کردید که قارچ ها عموماً مایسلیم از اونا به شکل بندار و بدون بند، یعنی سپتد و اسپتد میباشد. و بعدن شما ممکن که تصاویر از آلترنریار مشاهده کنین، یعنی اسپورهای نوعیت قارچ و ای هم تصویر خود از کلچر یا کشت قارچ ها در محیط لابراتوار به اصطلاح نشان میده.
آماده نمودن انساج بر مشاهده باکتری ها، یعنی ما میتونیم چگونه یک باکتری بدن در خود زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم. دوستان گرامی، در سلاید قبلی که قبلا هم اشاره شد، ما بیشتر این موضوعات در صنوف حضوری کار میکنیم و اینکه پوتیتو دکسروز اگر یا پی دی ای چیست و ما چگونه میتونیم امراض قارچی را کشت کنیم در محیط پی دی در لابراتوار ایجاب به صنف حضوری میکنه. صرفا ما فعلا بحث تیوری از اون پیش میریم که چگونگی سلای ساختن و دیدن اسپورهای قارچ، در صورتی که باز هم نیاز به کشت بود. پوتیتو دکسروز اگر که به اصطلاح از ماده به نام اگر است، گلوکوز است به اصطلاح، و خود دستل واتر و خود کچالو است به اصطلاح، چهار قسم مواد داره که ان شاء الله در صنف حضوری روی این موضوع کاملا صحبت خواهد شد. آماده نبودن انساج برای مشاهده باکتری ها، ما چگونه میتونیم یک باکتری به اصطلاح در زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم؟ سمپل که ملوث به خود باکتری ها است به اصطلاح، در بین انساج به رگبرگ ها تولید سپتوم یا علائم کرده که مرتوب است به اصطلاح نسبت به خود قارچ ها، شما این مشاهده میکنین. ما میتونیم قطع نبودن انساج به اندازه مناسب برای اسباب یا همون سلایدهایی که در زیر میکروسکوپ مشاهده میکنین، از نصف قط به اصطلاح از قسمت نصف قط و نصف دیگران رو شما میتونید کلچر کنید، طوری که در تصویر مشاهده میکنید سمپل ملوث نصف از او قط شده برای کلچر. استریک میتود است که به اصطلاح در پیرامون کشت خود باکتری هاست در محیط لابراتوار، که باز هم ایجاب به صنوف حضوری میکنه که تحت عنوان کینگ میدیم از قارچ ها به نام پی دی ای بود و در باکتری ها به نام کینگ میدیم یا میدیای کینگ به اصطلاح که از پپتون و سایر مواد ساخته میشه، انشاءالله در صنوف حضوری در لابراتوار همراه شما خوبان کار خواهد شد. علاوه نبودن آب کافی در اطراف انساج و بالای کورسلایت فشار ندید، ممکن که ایجاد شکستگی کنه. و در آخر، طوری که قبلا هم در سلاید قبلی ذکر شد، خود ساین یا به اصطلاح نشانه باکتری ها همان عضو بود، عضو یا ماده قبارمانند بود به اصطلاح، که از خود باکتری ها بروز میدادن. شما در زیر سلاید به اصطلاح کتله قبارمانند در میبینید که بیانگر ملوث شدن سمپل به خود پاتوژن باکتری ها میباشه. محسن گرامی، عنوان آخرین تاپیک ما پیرامون اصول و یا اساسات کوخ است که در کتاب ها به نام کوخ پاستولیت هم یاد میکنند. رابرت کوخ یک باکتریولوژیست آلمانی بود که در 1887 چهار مرحله یا چهار معیار که باید تکمیل کرد تا بتونیم یک مایکرو ارگانیسم که از انسان و حیوان و یا نبات مریض جدا شده عامل مریض دانست. یعنی ما چه وقت میتونیم یک عامل مریض رو اشاره کنیم؟ وقتی که اساسات کوخ روی از او تطبیق کرده بتونیم. این چهار مرحله یا چهار قاعده به عنوان اصول کوخ شناخته شد که قسمت اول گفته بود باکتری یا مایکرو ارگانیسم، حالا فرق میکنه که قارچ باشه، نیماتود باشه به اصطلاح، مزرعه قارچ باشه یا باکتری باشه به اصطلاح، ما بتونیم کور کشت کنیم که مزمون به عملیات مریض است. در هر نمونه مریض مثلا نباتی که مورد آزمایش قرار میگیرد وجود داشته باشد، یعنی موجودیت پاتوژن باید در قسمت میزبان در قدم نخست موجود باشد. شرط دوم آقای کوخ یا اصول دوم از چی بود؟ این بود که ارگانیسم مزنون با عملیات مریض باید از میزبان جدا شده و از کشت خالص شود. یعنی وقتی که ما ادعا میکنیم قارچ است در سطح برگ، او قارچ ما بتونیم که کشت کنه، یعنی خصوصیت جداسازی رو باید داشته باشه. در ادامه از او، هرگاه کشت خالص مایکرو ارگانیسم مزنون به عملیات مریض به میزبان نبات، به نبات سالم حساس به اصطلاح مایزنی شه، اینوکولیشن شه، این پاشیده شه، به اصطلاح میزبان باید همان مریض خاص رو مجددا تولید کنه. مسئولین گرامی، در قسمت دوم ماده دوم این بود که باید ما همان پاتوژن رو بتونیم کشت کنیم. مرحله سوم، کشت همان پاتوژن در حقیقت اسپریش اینوکولیشن شه، یعنی مایزنی شه بر روی یک نبات سالم، و همون نبات سالم توانایی مریض شدن به اصطلاح همان کشت ما یا همان پاتوژن باید داشته باشه. در قسمت چهارم، از میزبان که به طور مصنوعی مایزنی و مریض شده باشد باید همان مایکرو ارگانیسم اولیه مجددا قابل جداسازی باشد. یعنی ما بتوانیم بر علاوه که نبات سالمی که در مرحله سوم مریض ساختیم و از همان مریض بتوانیم کشت اولی خور به دست بیاریم. به عبارت دیگر، مایکرو ارگانیسم به دست آمده باید همان ویژگی مایکرو ارگانیسم مرحله دو را داشته باشد.
اجرای قواعد کوخ امکان پذیر است، گویا اینکه مورد عاملین نظیر قارچ ها، باکتری ها، نباتات پارازیتی، نیماتودها، اکثر ویروس ها، ویروید ها همیشه آسان نیست. این ارگانیسم ها می توانند که جداگانی و می توانند که جداسازی و کش شوند، یا می توان آنها را خالص سازی و به نبات تلقین بود تا روشن شود تولید مریض می کند یا خیر، در انجام می پذیرد یا خیر بازم. بر صورت برخی از قارچ‌های پارازیت پی سی آر و یا الیسای مورد سایر عاملین امراض بخش ویروس ها فایتوپلازما ذریع تست های اجباری هن اینا. یعنی در این قسمت محسنی گرامی ما صرفا روی بعض از باکتری ها و قارچ ها میتونیم که یه عملیه رو انجام بدیم و تست های دیگه پتوجن های دیگر مانند ویروس ها فایتوپلازما ها اینا نیاز به تست پی سی آر و یا تست الیسا دارن. ذریع تست های که به اصطلاح قبلا ذکر شد اینا اجباری هن، یعنی پارازیت های اجباری هن که اینا میتونن به اصطلاح خودت در محیط لابراتوار کشت نمیشن. خود ویروس ها و فایتوپلازما ها نیاز به تست های الیسا و پی سی آر دارن. البته معذرت که این خطوط به اصطلاح جای از اینا تغییر کرده و این ویروس ها و فایتوپلازما اجباری ان و از ذریع تست های پی سی آر میتونن که تشخیص بشن، که نیاز به میزبان دارن اینا در محیط کشت مصنوعی کشت نمیگردن و نیاز به میزبان دارد. مثلا اگر ما مثال بدیم سرخی ها و خاکسترک نیاز به میزبان دارد، بنابراین قواعد کوخ قابل اجرا نیست. محسنین گرامی تاری که قبلا هم اشاره شد یک سری امراض هست در قسمت قارچ ها مانند سرخی ها و خاکسترک تحت عنوان obligate parasite یا پرازیت های اجباری هست که ما اینا هرگز کشت کرده نمیتونیم، و پتوجین های دیگر مانند ویروس ها و فایتوپلازما ها نیاز به تست های الیسا و پی سی آر دارن که باز هم در محیط لابراتوار اینا کشت نمیشوند. در قسمت آخر ما پیرامون امراض غیر ساری صحبت میکنیم. معذرت محسنین گرامی، نان انفیکشیوس دیزیز در جلسه قبلی هم صحبت شد که خود پتوژن ها عاملین از اونها دو کتگوری هستند. کتگوری اول ابتدا پیرامون اجسام زنده و ساری و پیرامون کتگوری دوم اجسام غیر زنده و یا غیر ساری هستند، که اینو عبارت از کمبود و یا ازدیاد مواد غذایی، روشنی و یا تاریکی، خشکی و یا رطوبت، خاک و هوا، پیچ خاک، آب بسیار زیاد و یا کم، عدم اکسیژن، ذریعت مواد کیمیایی، فعالیت‌های نادرست زراعتی و غیره می باشند. تصویری که شما مشاهده میکنین خود علائم کمبود عناصر مدنی در سطح برگ گیاهان یا نباتات بروز میده. تشخیص امراض غیر ساری اینا نیاز به لابراتوار ندارد، بنابراین محصلین گرامی باید در روی کمبود هر یک از به اصطلاح عناصر ضروری و غیر ضروری شما متوجه باشیم که کلسیوم مثلا در قسمت اندام‌های هوایی و آهن و یا فسفرس در کدام قسمت های نباتات اینا به اصطلاح میتونن که علائم تولید کنن و از روی علائم از اونها تشخیص بدن. این موضوعات نیاز به لابراتوار مجهز ندارد، صرفا نظر به دانش و تجربه‌ای که شما خوبان دارید میتونید به اصطلاح در محیط لابراتوار و یا در محیط مزرعه معذرت اینا رو تشخیص بدن. محسنین گرامی، این بود پایان جلسه به اصطلاح سوم مبادی علم امراض نباتی. تا دیدار بعد بدرود. همگی شما بزرگوارار به خداوند پاک و منان میسپارم. باز هم میخوایم در ختم جلسه پیام حفظ و سوی که مبنی بر شستن مکرر دستا با آب و صابون به مدت 20 ثانیه و عدم خودداری از عدم تجمعات به اصطلاح بغلکشی و رویبوسی با افرادی که مصاحبن خودداری کنند، تا اینکه باعث شود خود و فامیل محترمتون را مسئول نگه دارید. دوستای گرامی، محصلین عزیز، در صورتی که کدام پیشنهاد، انتقاد، سوال پیرامون مضمون متذکره یا جلسه امروزی دارین میتونید که با ایمیل آدرس هایی که به اصطلاح در پاورپوینت ها برای شما بعدن توضیح میشه با ما در تماس بمونید. در موقع پیرامون سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. همگی شما خوبان را به لای پاک میسپارم. تا دیدار بعد بدرود. خداوند یار و نگهدار شما.